با عرض سلام و ادب خدمت شما شنونده گرامی، به یک سری دیگر از برنامه های آشپزی لیوین ویدا خوش آمدید و خوشحالم که با شما ایرانیان هموطنانم در تماس هستم و امیدوارم که شما هم بتوانید این پل ارتباطی را در دنیا نگهداری کنید. حال میخواهم امروز دستور رولت ماهی با برگ های سبز کوچک، اونها رو براتون دستورش بدم. البته این برگ‌ها برگ‌های سبز چغندر سفید یا چغندر قرمز می باشه. یک کیلو ماهی سول، شما میتونید از ماهی سول اگر استفاده نکنید میتوانید هر ماهی که دوست دارید از آن استفاده کنید، هیچ فرقی نداره. یک عدد تخم مرغ، نیم لیوان آرد، یک لیوان گرت نان، دو حبه سیر له شده، همونطور که گفتم 700 گرم برگ های سبز چغندر قرمز و یا چغندر سفید که در این کیسه های نایلونی در فروشگاه های اغذیه فروش سبزی فروشی شما ها می توانید اونو خریداری کنید. 3 عدد گوجه فرنگی متوسط، 3 عدد پیاز چه، 1 عدد لیمو ترش، 2 قاشق سس چیلی، نیم قاشق عسل، نیم قاشق سس تمر هندی، یک قاشق غذاخوری مایونز، یک قاشق چای خوری خردل، 10 عدد خلال دندان، نمک، فلفل، روغن به مقداری که بتوانیم این ماهی را در روغن عمیق سرخ کنیم. طرز تهیه، البته از ماهی هایی که شما استفاده می کنید برای این کار باید ماهی باشه که تیغ نداشته باشه. تقریبا هر قطعه این ماهی 20 تا 25 سانت باشه که بتوانید اونو مانند رولت بپیچید. پس از باز شدن یخ ماهیش و اونی که شستید و خشک کردید، نمک فلفل می زنید، لیمو ترش از وسط میبریم، آبشو به روی قطعات ماهی میچکانیم و در بشقابی قرار میدیم. برگهای سبز رو درشت خورد میکنیم. در ماهی تابه با 3 قاشق روغن زیتون و سیر کمی سرخش میکنیم. گوجه فرنگی ها از وسط نیمه میکنیم و میان انگشتانمون اونها رو فشار میدیم تا له بشه، آب و تخمای اون بیرون بیاد به روی همین سبزیجات و سپس گوشت گوجه فرنگی رو با دستمون پاره میکنیم و به برگ‌ها در ماهیتابه اضافه میکنیم. اگر شما میوه هایی مانند پاسیفلورا دارید و یا میوه هایی که دوست دارید که مواد آبکی داشته باشه میتوانید به این اضافه کنید. و نمک و فلفل میزنیم، پیازچه ها رو به قطعات بزرگ میبریم، در ماهیتابه به تمام این مخلوطی اضافه میکنیم. در لیوانی که با 2 قاشق آب سس تمر هندی و عسل رو مخلوط میکنیم و به روی موادی که در ماهیتابه هست میریزیم، از روی آتش برمیداریم. حالا طرز تهیه ماهی، مایونز و خردل و سس چینی در کاسه با هم مخلوط میکنیم و در کاسه کوچک دیگری تخم مرغ رو به هم میزنیم تا از هم باز بشه. در بشقاب دیگه آرد میریزیم و در بشقاب دیگرم گرت نان. اول قطعات ماهی رو در آرد میقلتونیم، سپس در تخم مرغ و بعدن در گرت نان. به روی هر قطعه از تکه های ماهی یک قاشق از این سس مخلوطی میمالیم و ماهی رو رولت میکنیم. با خلال دندان ختم ماهی رو میبندیم. در یک دیگه کوچیکی و یا در یک ماهی تابهی که عمیق باشه، ظرفی که عمیق باشه که بتوانیم این رولت ها رو در روغن داغ عمیق سرخ کنیم، روغن رو گرم میکنیم، اجازه میدیم تا از هر طرف به راحتی سرخ بشه این رولت ها. به روی کاغذ آبگیری میذاریم و هنگام سرو کردن برگ‌های سبز سرخ شده رو در یک طرف ظرف و در سمت دیگر اون رولت ها رو، رولت ماهی ها رو میچینیم.
این برگ هایی که ما استفاده می کنیم چون که نور آفتاب خورده برای نور چشم کمک می کنه، همانطور برای قوای جنسی و دارای ویتامین های E, C, B, 1, A و K می باشد. آهن و سیدان داره که برای کمخونی مفید ماشه. همانطور این برگ های سبز برای کاهش کلسترول، آلزایمر و فشار خون، تنظیم فشار خون مفید می باشه. عزیزان، این برنامه ها رو از شما خواهشی که دارم با دوستانتان به اشتراک بگذارید تا بتوانیم با هم باشیم، و تمنایی که از شما دارم عقیده هاتون و نظراتتون رو در یوتیوب برای من بنویسید. خوشحال میشم، نظرات هر کدوم شما برای من خیلی مهم میباشد. خدا نگهدار تا برنامه